که های گویای مشعل تقدیم می کند آنچه بر ایران گذشت از قاجار تا پهلوی نوشته دکتر فریدون قاسمی ویراستار سیروس رزاقی پور بخش شانزدهم تشکیل حکومت دفاع ملی در روز 17 آبان 1294 خورشیدی و 9 نوامبر 1915 میلادی لشکریان روس از قزوین به حرکت درآمدند و راهی تهران شدند این رویداد مردم را به وحشت انداخت و نمایندگان سفارت عثمانی، آلمان و اتریش سفارت خود را تخلیه کرده و بیرق سفید برافراشتند و قرار شد که پایتخت به اصفهان منتقل شود. در این احوال رئیس الوزراء میرزا حسن خان مصطفی الممالک جمعی را واداشت که از تهران خارج شده و در قوم اقامت کنند و به عنوان دفاع ملی نیروی فراهم آورده و دست به مبارزه با مهاجمین بزنند. در روزهای بعد عده دیگری راهی قم شدند. از جمله در روز چهارم محرم سلیمان میرزای اسکندری و میرزا سلیمان خان میکده به همراهی پنج تن جاندارم راهی قوم شدند و در این شهر مرکزی به نام کمیته دفاع ملی مرکب از نمایندگان هر دو حزب اعتدالیون و دموکرات تشکیل دادند در این کمیته روحانیون اعتدالی مانند سید حسن مدرس میرزا محمد صادق تباتبایی فرزند سید محمد تباتبایی دموکرات های سوسیالیستی چون سلیمان میرزای اسکندری و محمد رضا مصابات عضویت داشتند. مدیر کمیته اسکندری بود و کمیته های فرعی برای امور مالی، نظامی، فرهنگی و تبلیغی شکل گرفت. از سوم تا سیزدهم محرم سال 1334 تعداد کسیری از نمایندگان مشاهیر دولت و سیاست مداران و برخی روزنامه‌نگاران به قوم مهاجرت کردند. تصمیم گیرندگان اصلی عبارت بودند از میرزا کریم خان رشتی، سردار محی، میرزا قاسم خان تبریزی، میرزا محمد صادق طباطبایی و مورخ دوله سپهر. اینان مذاکره می‌کردند که آیا مهاجرین را باید در قم نگه داشت یا اینکه از آنجا حرکت داد. این در حالی بود که وزیر خارجه اطلاع داده بود که قوای روسیه از ینگی امام واقع بین قزوین و کرج عقب نشستند و خطری مهاجرین را تهدید نمی کند. روز ششم محرم 1334 کالدول وزیر مختار آمریکا در زمانی که آمریکا هنوز وارد جنگ نشده بود به سفارت آلمان اطلاع داد که طبق اخبار قطعی شب آن روز در تهران آشوب بروز خواهد کرده و پایتخت مورد تهدید واقع خواهد شد در نتیجه سفیر آلمان و همراه تعدادی از کارکنان سفارت از جمله رئیس مدرسه سنتی آلمان در تهران در همان شب به سفارت آمریکا برده شدند این حرکت آمریکایی های مقیم ایران بسیار شگفت بود زیرا آنان به خوبی می دانستند. سفارت آلمان تحریکاتی کرده که مقایر منافع ملی ایران بوده است به طور مثال سفیر آلمان در تهران اسلحه وارد میکرد و تفنگ و فشنگهای دولتی را از احالی می خرید. روز هفتم محرم 1334 قمری قوای روسیه تا حومه تهران پیشروی کردند و تهران را مورد تهدید قرار دادند با پیشرفت روسها احمدشاه رئیس و رؤسای مجلس آماده شدند تا تهران را ترک کنند و به مهاجرین بپیوندند احمدشاد در آستانه ترک تهران بود که وزیر مختار انگلیس، روسیه و فرانسه و همچنین بزرگان قاجار پادرمیانی کردند و قوای روسیه به قزوین عقب نشستند و در نتیجه شاه متقاعد شد که در تهران بماند پس از تصمیم شاه مبنی بر ماندن در تهران مصطفی و ممالک نامه خطاب به سران مهاجرین نوشت و توضیح داد که دولت مشغول گفتگو با متجاوزین است. از این رو اگر اشخاص و دستجات گوناگون در نقاط مختلف برخلاف رأی و مشی دولت دست به اقداماتی بزنند اشکالات زیاد شده و دولت نائل به مقصود خود نخواهد شد. فعلا دولت لازم می داند که برای حل مشکلات مملکت آقایان و علما و نمایندگان محترم به تهران مراجعت نمایند. این نام نتیجه به بار نیاورده و مهاجرین از بازگشت به تهران خودداری کردند و به سمت کاشان و اسفان رفتند. در این ایام مصطفی الممالک مشغول گفته بود با سفرت های روس و انگلیس بود و نامی برای مهاجرین که در این احوال در کاشان بودن ارسال کرده. در این نامه آمده بود که وی توانسته با روس ها معاهده ای منعقد کند اگر مهاجرین با این معاهده موافق باشند وی خواهد ماند وگرنه استعفا خواهد کرده. ماهده مشتمل بر مواد زیر بود دولتین روس و انگلیس کلیه قروز ایران را می بخشند. دو دولتین در طول جنگ و تا یک ماه پس از خاتمه جنگ ماهیانه سی هزار لیره کمک بلاعوض در اختیار دولت ایران قرار خواهند داد. سه کلیه که امتیازات از قرارداد 1907 به بعد ملقا خواهد شد. چهار عهدنامه 1907 هم ملقا اعلام خواهد گردید. هنج دولتین از حق کاپیتالاسیون در ایران صرف نظر خواهند کرد. شش دولتین مخارج تأسیس و نگهداری پنجا هزار قشن را به صورت بلاعوض در اختیار ایران قرار خواهند داد. هفت دولت انگلیس بهرین را به ایران واگذار خواهد کرد. هشت دولت ایران حق خواهد داشت در دریای خزر کشتی جنگی مستقر سازد. نه. ایران باید دشمنان روس و انگلیس را از ایران اخراج نماید. ده دولت روسیه نیروی کافی به ایران اعزام خواهد کرد تا دولت بتواند قوای آلمانی و عثمانی را بیرون کند. فرماندهی این نیرو با شاه ایران خواهد بود و پس از خاتمه جنگ نیروهای دولت این خاک ایران را ترک خواهند کرده. 11. کشورهای متفق روس و انگلیس یعنی فرانسه، ایتالیا و ژاپن صحت اجرای مواد عهدنامه را تضمین خواهند کرده در مجموع این عهدنامه به نفع ایران بود ولی سرانجام هم روس و هم انگلیس بدون اینکه زمانتی به دولت ایران داده باشند، لشکریان خود را وارد کشور کردند. علت این بود که نمایندگان مهاجرین دست به وقت کشی زدند. آنان به عمد آنقدر وقت تلف کردند تا نیروهای بیگانه وارد کشور شدند بدون اینکه در برابر دولت ایران تعهدی داشته باشند نمایندگان مهاجرین پس از مذاکرات زیاد تصویب کردند که نیروی روسیه در مواضع خود داشته تجاوز جدیدی نکند تا اینکه تمام نمایندگان پراکنده در اصفهان جمع و رأی قطعی اتخاذ کنند سرانجام دولت مصطفی الممالک پس از این مسببه استعفا کرد. در این ایام راهزنان و آشوب طلبان لباس مبارزه پوشیده بودند. به طور مثال نایب حسین کاشی و فرزندش ماشالله که مردم از دست آنان عذاب میکشیدند و همراه راهزنی دیگر به نام محمد حسین خان زفر نظام وارد میادین جنگ شدند و سوی کمیته ملی تشویق شدند که به جنگ علیه روس بپردازند. این افراد در ساوه به جنگ علیه روس پرداختند و اعمال آنها باعث شد که روسها به مناطق مرکزی ایران مثل اصفهان کشانده شوند. رضا قلی خان نظام السلطنه مافی برادرزاده حسین قلی خان نظام السلطنه مافی دولت مردی کهنکار با سالها تجربه اداری و والیگری بود از این رو وابسته نظامی آلمان در چهار دیماه 1294 خورشیدی با نظام و سلطنه به توافق رسید که وی رهبری قیام ملی علیه روس و انگلیس را بر عهده بگیرد در مقابل آلمان تعهد کرد که نظامیان آلمانی و عثمانی اسلحه و مهمات در اختیار نظام و سلطنه بگذارند و هزینه جنگ را بپردازند دیگر اینکه توافق شد که اگر جنگ به کرمانشاه کردستان و اصفهان بکشد دولت آلمان تمامیت ارزی ایران را برای مدت 20 سال تضمین کرده و ماهیان 20 هزار تومان برای مخارج سیاسی نظام سلطنه به وی پرداخت و این مبلغ را وام به دولت ایران تلقی کند در مقابل نظام سلطنه متحد شد که 400 نفر را مسلح و آماده کند هنگامی که مهاجرین با تهدید روسیه مبنی بر تسخیر اصفهان روبرو شدند به کرمانشاه که تحت کنترل عثمانی بود فرار کردند و در آنجا در بهمن 1294 خورشیدی با کمک پرسنل نظامی آلمانی و افسران سعودی ژاندارمری که طرفدار آلمان بودند و در اتحاد با گروه های ایلات قشقایی که از آلمان اسلحه دریافت میکردند حکومت دفاع ملی را که حکومتی موقتی بود به رهبری رضا قلی خان نظام السلطنه مافی تشکیل دادند. سرنوشت حکومت دفاع ملی پس از آنکه مهاجرین راهی کرمانشاه شدند با تحمل سختی های فراوان در اوایل بهمن 1294 خورشیدی گروه گروه وارد این شهر شدند و تلاش خود را صرف شکل دادن به حکومت دفاع ملی کردند ولی پس از آنکه روسا ایرانیان را در کنگاور شکست دادند مهاجرین در اسفند 1294 خورشیدی رهس بار قصد شیرین شدند و حکومت موقت در این شهر رسمیت یافت و دولتهای آلمان و عثمانی برایش پیام تبریک فرستادند تشکیلات حکومت دفاع ملی یا حکومت موقت کابینی به ریاست رضا نظام السلطنه مافی با شش وزیر بود که همه وکلای مجلس سوم بودند وزرا عهدهدار امور خارجه امور داخل، پست و تلگراف مالیه فواید عامه و ادلیه بودند دموکراتها و اعتدالیون هر دو در کابینه مشارکت داشتند و با وجود اختلافاتشان مدتی با یکدیگر کار کردند نهاد دیگری نیز به نام هیئت نمایندگان مرکب از 20 وکیل مجلس تشکیل شد که مرتب جلساتی برگزار می کردند. در اوایل اردیبهشت 1295 خورشیدی و اواخر آوریل 1916 میلادی با پیشروی ها به سمت قصر شیرین مهاجرین ناچار به ترک این شهر و عظیمت به عراق شدند در عراق انور پاشا وزیر جنگ عثمانی آنها را به بغداد دعوت کرد نظام و سلطن و حوادارانش در دوره اقامتشان در عراق بیش از پیش به عثمانی ها نزدیک شدند که به تیرگی رابطه آنان با دموکرات ها و آلمان ها انجامید. در دوره اقامت مهاجرین در بغداد رهبری نظام و سلطنه شد و سلیمان میرزا اسکندری همه نفوذ خود را مگر نزد برخی از اعضای کمیته میلیون ایرانی در برلن از دست داد. اعضای کابینه هم تغییر کردند و دموکرات ها برکنار شدند. در ایام اقامت مهاجرین در عراق بر سر چند معاهده بین ایرانی ها، عثمانی ها و آلمان ها به مناسبت تغییر اوضاع مذاکره شد. در این احوال انور پاشا برای طرح ریزی حمله آتی به روسا در ایران به بغداد رفت. ضمناً فرصت را مقتنم شمرده به طور کاملا محرمانه در حرم کازمین با رضا قلی نظام و دیدار کرد. در این ملاقات که سید حسن مدرس و محمد علی سالار معظم نیز در آن حضور داشتند، دو رهبر قرار گذاشتند درباره توافقنامه سیاسی و نظامی با یکدیگر همکاری و گفتگو کنند تا به مورد اجرا گذاشته شود. در خرداد 1295 خورشیدی، جوان 1916 میلادی، و یا کمی پس از رفتن مهاجرین از قصر شیرین به اراق علی احسان بیک فرمانده قوای عثمانی تهاجمش به روسها در ایران را آغاز کرد و در تیر ماه 1295 خورشیدی کرمانشاه را تسخیر کرد و ماه بعد به همدان رسید پس از آن مهاجرین به دنبال وی راه برگشت را پیش گرفتند و بار دیگر حکومتشان را در کرمانشاه برپا کردند دوره دوم استقرار مهاجرین در کرمانشاه حدود هفت ماه به درازا کشید و قلم رو به حکومت موقت دفاع ملی شامل کرمانشاه، همدان، کردستان، لورستان، اصفهان، عراق، قزوین، قم و شهر ری بود. حکومت موقت همچنان مرکب از دو نهاد کابینه و هیئت 20 نفره نمایندگان بود و سید حسن مدرس ریاست آن را بر عهده داشت. حکومت موقت اعلام کرد که به احمد شاه وفادار است و به نام وی حکومت میکند و چون شاه آزادی عمل ندارد میخواهد پس از پیروزی عثمانی ها در جنگ برای نجات وی راهی تهران شود ولی از آنجایی که عثمانی ها نتوانستند از همدان جلوتر بروند این برنامه اجرا شد حکومت موقت همه وظایف یک دولت ملی را انجام میداد و هدف اصلی آن ایجاد یک حکومت دموکراتیک کارآمد و پیشرو بود این حکومت مالیات می گرفت حقوق حاکمان و مستخدمان محلی را پرداخت میکرد و به مسائل بهداشتی، آموزشی، پستی، عدلیه و راهها توجه داشت و چند مدرسه و یک بیمارستان هم ساخت و کاپیتولاسیون را لغو کرد. دشوارترین مسئله داخلی حکومت موقت مشکلات مالی بود زیرا نمی توانست به اندازه کافی مالیات دریافت کند. علاوه بر این کمک مالی ماهیانه 20 هزار تومانی که آلمان ها و آن را داده بودند تنها دو بار پرداخت شد. سرانجام در هفت اسفند 1295 خورشیدی 26 فوریه 1917 میلادی عثمانی ها شروع به تخلیه نیروهای خود از ایران کردند زیرا انگلیسی ها ره سپار تسخیر کوتل اماره بودند و بغداد در خطر بود. با رفتن عثمانی ها مهاجر نیز کرمانشاه را ترک گفتند و کسانی هم که ماندند پراکنده شدند. گروهی در میان اشایر پناه گرفتند و برخی به خانه های خود بازگشتند. رضا قلی خان نظام سلطنه با خانوادهش نخست به کرکوک رفت و از آنجا روانه موسل شد. عثمانی ها به استانبول دعوت کردند و تا پایان جنگ در این شهر مانده. کمیته مجازات دست بردن به سلاح برای پیش برده اهداف سیاسی، باجگیری و حق و سکوت گیری امری بود که در دوره مشروط آزموده شد و در دوره بعد تا رسیدن رضاخان سردار سپه به سلطنت تداوم یافت. چند ماهی بعد از آغاز جنگ جهانی اول جنایت و قتل در ایران به شکل آشکاری ابعاد سیاسی یافت در اواخر زمستان 1293 خورشیدی 1915 میلادی درست اندکی بعد از حمله نیروهای روسیه تزاری به شمال ایران شیخ مهدی نوری فرزند شیخ فضل الله نوری به قتل رسید ظاهر امرین بود که وی در این زمان علیه تعاجم روسیه در خیابان لالزار سخنرانی کرده بود در عواسط سال 1294 خورشیدی وحشت عمومی تهران را فرا گرفت. شبنامه منتشر می و شایعاتی به گوش می رسید که گویا کمیته هایی فعال شده اند و به زودی عملیاتی را آغاز خواهند کرد. ظاهرا نخستین جرقه برای تشکیل کمیته مجازات در شهریور 1295 خورشیدی زده شد اندیشه اصلی تأسیس کمیته مجازات از آن ابراهیم خان منشیزاده بود اما بعدا سرتیب اسدالله خان ابوالفرد زاده و دیگران به وی پیوستند وقتی میرزا حسن خان وسوق الدوله اولین کابینه خود را در بیستون شوال 1334 قمری تشکیل داد منشیزاده که قبلا سرتیب قزاقخانه و قبل از تأسیس کمیته مجازات کارمند مالیه بود از این وزارت خانه رانده شده و تلاش وی برای بازگشت به سر کارش بدون نتیجه مانده بود عبول فرزاده پیشتر افسر غذاخانه بود و درجه سرتیپی داشت وی در دوره مشروطیت که دی از افسران قذاق استعفا دادند از جمله آن افسران به شمار می آمد به علاوه نامبرده از فعالان مشروطیت و از مدافعان مجلس در شبه به توپ بستن مجلس بود. بعدا هنگامی که عبال فرزاده معمور مالیات سابج بلاغ و شهریار شد به دلیل بدرفتاری با رؤایا ازل گردید. دیگر اینکه در همین موقع معلوم شد که وی بهایی بوده و شب و روز برای پیشرفت کار آنان تلاش می کرده است. منشیزاده و عبال با توجه به مرورتها و مسائبی که بعد از مشروط متحمل شده بودند به این نتیجه رسیدند که برای مجازات خائنین رفع ظلم و بیعدالتی گروهی را تشکیل دهند تا به این وضع خاتمه بخشند ولی در واقع دستهای قدرتمندی این دو تن را که به اندازه کافی انگیزه قتل داشتند به این ماجرا کشنده بود تشکیل کمیته مجازات با جریانهای موازی اما با اهداف متضاد گره خورده بود. از دوره مشروطیت دو جناه در مقابل هم سفارایی می کردند. گروهی به خود نام اعتدالی دادند و گروه دیگر به دموکرات مشهور شدند. رقابت این دو گروه با هم تشکیل جوخه های آدم کشی و ایجاد بحران های عدیده را به همراه داشت و کشور را به لبه پرتگاه سوق داده. منشی زاده از همان نوایل با تند گروه موجود مرتبط بود و بحث تشکیل کمیته مجازات با تشکیل کابینه وسوق و دوله پیوند یافت. در این دوره غیر از اعتدالی های سابق که اینک از وسوق و دوله حمایت می کردند بین خود دموکرات ها هم انشعابی نانوشته روی داده. ادی از دموکرات های سابق اینک به میان روی روی آورده بودند. که یکی از مهمترین آنان محمد تقی بهار ملک بود اینان طرفدار تشکیل مجدد حزب دموکرات بودند و به همین دلیل از این دسته به عنوان دموکرات های تشکیلی یاد شده است عده دیگر با این تصمیم مخالف بودند و میگفتند باید صبر کرده تا دموکرات که از تهران خارج شدهاند به پایتخت بازگردند و با حضور آنان حزب دوباره فعال شود. این عده شامل افرادی مانند سلیمان میرزای اسکندری، وحید شیبانی و کسانی که به دور سید حسن تقیزاده در برلن گرد آمده بودند میشد. رهبر دموکرات های ضد تشکیلی در تهران سید محمد کمرئی ای بوده که از شهرهای مهم اما ناشناخته تاریخ معاصر ایران است. نوک تیز حملات ضد تشکیلی ها متوجه وسوق و دوله بود که سیاست مداری متبهر بود و برای اینکه خود بر حزب دموکرات تسلط یابد بین آنان شکاف ایجاد می کرد. گرچه اندیشه اصلی تأسیس کمیته مجازات با منشی زاده بود. بعدا افراد دیگری چون عبالفرد زاده، کریم دوادگر، حسین خان معروف به لله، علی اکبر ارداقی و دیگران به وی پیوستند. کمیته مجازات ابزار اجرایی و نظامی محقق ساختن دیدگاه های گروه دموکرات های ضد تشکیلی یا محفل بحران سازان و نقطه تلاقی ماجراجویانی مثل منشیزاده اوباشی مثل کریم دوادکر و سیاستمدارانی مثل مستشار و دوله و محتشم مسلطنی اسفندیاری بود. رهبر گروه دموکرات ضد تشکیلی یعنی سید محمد کمرئی از این گروه ماجراجو و خونریز حمایت میکرد کابینه این دوله بیش از دو ماه عمر نکرد و جای خود را به مصوفی الممالک داد. اعضای کابینه ویر عمدتا دموکرات ها و انسان های وطن تشکیل میدادند که در حسنیت آنان شکی نبود ولی کمیته مجازات که از این کابین ناراضی بود در شماره دوازده 12 اسفند 1296 خورشیدی روزنامه رعد اعلامیه ای با عنوان تازیانی مرموز به چاپ رساند که متن آن به قرار زیر بود ضربات متوالی هنوز دولت و کسانی را که مسئول سرنوشت مملکت هستند بر سر عقل نیاورده است مسائب روز به روز بیشتر می شود و ظاهرا ایران دارد به آخر خط می رسد. در زمان خطر حتی حیوانات با یکدیگر متحد می شوند تا از خود دفاع کنند ولی گویا ما ایرانی ها حتی این حس حیوانی را هم نداریم. هرچه والی وظایفش را بیشتر نادیده بگیرد خطر برایش بیشتر می شود. خائنین به سزای اعمالشان می رسند. از هر طبقه که باشند. قائم مقام ملک که روزی به همراه پدرش با کلک دین هزار تومان از این مملکت چاپید به همین هم راضی نشد و با کمک استبداد روس عاشقان آزادی ایران را آزار داد و موجب شد که یوسف خان و تعداد دیگر به دارا ویخته شوند و با همان امامه سفیدش وابسته به سفارت روس شد بعد از سقوط رژیم به قدیم روسیه باز هم دست به توت زد تا آزار و اذیت خود را شروع و به تعداد مفت خورها اضافه کند برای اینکه درسی به دولت ها باشیم و به کمیته بیاموزیم که متحد باشد و خسارتی که وارد شده جبران شود حکم ترور این خائن صادر شده است و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد یک بار دیگر به دولت هشدار می دهیم که اگر اوضاع خراب کنونی فوری تغییر نکند و دولت روشهایش را تغییر ندهد خائن است و مسئول شناخته خواهد شد آخر اینکه هیچ از افراد این کمیته هیچ حقی برای انتفاع از ایساد دیگران ندارد و نمیتواند اعتبار شجاعت آنهایی که به دنبال بهبود اوضاع هستند را برای خود بداند تعدادی از افراد که توسط کمیته مجازات به قتل رسیدند عبارت بودند از میرزا اسماعیل خان معروف به اسماعیل انبار وی که رئیس انبار گندم در تهران بود و از نزدیکان وسوق و دوله به شمار می آمد. در هنگام مراجعت از اداره انبار در درشکی شخصی خود هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در آن ایام معروف بود که وی با انگلیسی ها رابطه دارد و مقادیر فراوانی قله به سربازان انگلیسی و هواداران بریتانیا رسانده بوده است. قتل اسماعیل خان در آن شرایط مرگ و میر ناشی از قهدی هیچ واکنشی را به طرفداری وی در توده مردم باعث نشد بلکه برعکس کسانی را که از عمق ماجرا خبر نداشتند خوشحال کرد میرزا باقر که مأمور رسیدگی به این قتل بود محرمانه و عبدالله خان بهرامی رئیس اداره تأمینات یعنی آگاهی پیام داد که این قتل توسط مخالفین وسوق دوله به عمل آمده و به بهرامی توصیه کرده که در کشف ماهیت آن جدیت نکند و در این امر از مداخله پرهیز کند دومین کشته کریم دوادکر، پس از قتل میرزا اسماعیل خان بین رهبران کمیته در مورد قتل وی اختلاف افتاد و کریم دوادکر در تاریخ 13 اردیبهشت 1296 خورشیدی به چند دلیل کشته شد یک در حال مستی اسرار کمیته را فاش ساخت. دو بدون مشورت با سران کمیته ادهی را به عضویت کمیته درآورده و رهبران کمیته را در برابر کار انجام شده قرار داده بود. سه میدانست که رهبران کمیته از کسانی پول دریافت می کنند. از این رو مرتبا درخواست پول می کرد. کشتی بعدی متین سلطنه. متین السلطنه در دوری دوم مجلس شورای ملی نماینده حوزه انتخابی خراسان شد وی نه به و وابستگی نشان داد و نه به ها بلکه به تشکیلات مستقلی که نام هیئت معتلفه بر خود نهاده بود تعلق داشت متین السلطنه بعد از خاتمه مجلس دوم دو سالی را در خزانه گذرانید و سپس روزنامه اصر جدید را بنیاد نهاده و اولین شماره این روزنامه در تاریخ 9 مهر 1293 خورشیدی منتشر شد. اصر جدید تا شماره 99 منتشر کردید و متین و سلطنه برای شماره صدم مقاله ای با عنوان توتی و توتی قاضی نوشته بود. اما آن را چاپ کنند زیرا در دو خرداد 1296 خورشیدی در دفتر روزنامه به دست جوخه ترور کمیته مجازات به قتل رسید. اعلامیه که بالا بلندی که پس از قتل مطین و سلطنه توسط کمیته مجازات منتشر شد با این جملات آغاز می شد. هموطنان و سلطنه کشته شد در حالی که با خود بار سنگینی از خیانت و بیشرافتی را همراه برده. ما جامعه را از این عنصر بیحیثیت پاک کردیم تا سرمشق برای سایر اشخاص خیانت پیشه باشد که شاید رویه خود را عوض کنند این بار وسوق دل دانست که هدف اصلی کمیته مجازات قتل اوست از این رو از سمت رئیس الوزرایی استعفا داد و احمدشاه استعفای وی را در هشت خرداد 1296 خورشیدی پذیرفت وسوق دوله پس از استعفا در منزل ییلاقی خود واقع در باغ فردوس شمیران با ترس زندگی می کرد. کشته بعدی میرزا محسن مجتهد عراکی میرزا محسن در هفته خرداد 1296 خورشیدی چند روز پس از سقوط کابینه و سقو دوله و آغاز رئیس الوزرائی محمد علی خان علا به دست کمیته مجازات ترور کردید. چگونگی ترور از این قرار بود که میرزا محسن در کنار خانهاش در بازار حلبی سازها در حالی که بازار مملو و از جمعیت بود از قاتلی که سوار آن بود پیاده شد در همین حال دو تن به وی نزدیک شدند و پنج تیر پیاپی به وی شلیک کردند یکی از گلوله ها به قاتل خورد گلوله هم به یکی از همراهانش اصابت کرد و سه گلوله دیگر به خود وی اصابت کرد. قابل توجه این که قاتلین از پشت مسجد جامع گریختند و هیچ کس از جمعیت بازار و یا پلیس جرأت نکرد قاتلین را تعقیب کند. این بیباکی عاملین قتل وحشت زیادی در میان مردم ایجاد کرده و باعث زحمت زیاد برای هیئت دولت شده. قاتلین دو نفر به اسامی احسان الله خان و رشید و سلطان بودند اما آن را به نام حسین خان لله ثبت کردند تا احسان الله خان را که مهمتر بود نجات دهند چند روز پس از این ترور حسین خان لله مورد سوء قصد قرار گرفت و گلوله ای به ران وی اصابت کرد اما جان سالم به در برد کشته بعدی منتخب دوله خزانه دار در آستانی غروب دهم ده رمضان 1335 قمری منتخب دوله 37 ساله که خزاندار کل بود در حالی که با درشکه کرایهی از چهارراه خیابان امیری عبور می کرد تا به دیدار وزیر مالیه برود هدف گلوله مهاجمین کمیته مجازات واقع شد وی در دم جان سپرد و قاتلین وی متواری کردیدند تنها گناه منتخب دوله این بود که از نزدیکان وسوق و دوله به شمار می آمده و تصدی خزانه توسط بستگان وی امری نبود که خوشایند جوخه ترور یعنی همین کمیته مجازات باشد نفر بعدی احمد خان صفا پس از آنکه برخی از اعضای اداری آگاهی از پیگیری پرونده اعضای کمیته مجازات خودداری کردند احمد خان صفا توسط رئیس نظمیه یعنی شربانی به ریاست این اداره برگزیده شد وی بازجویی اعضای بازداشت شده کمیته را پیگیری کرده و به نتایج درخور اهمیتی دست یافت و درست به همین دلیل کشته شد قتل احمد خان توسط اصابت گلوله سه ساعت از شب گذشته روز 23 آذر 1296 خورشیدی هنگامی که وی به منزل خود باز میگشت روی داد این قتل پس از آن صورت گرفت که زمان زیادی از شروع ریاست وزرایی عین و دوله نمی گذشت. نفر بعدی ماجور احمد خان استوار ماجور یعنی سرگرد احمد خان یکی دیگر از افسران شهربانی بود که توسط سید مرتزا از عوامل کمیته مجازات به قتل رسید. گرچه به ظاهر هیچ ارتباطی بین این قتل و کمیته مجازات وجود نداشت علت قتل وی این بود که وی راز مهمی را فاش کرده بود ماجرا از این قرار بود که نصرت و دوله و وسوق و دوله میخواستند با حمایت نیروی قذاق ژاندارم و نظمی قدرت را قبضه کنند وی از این نقش اطلاع داشت و تلاش میکرد تا آن را خونسا کند و به همین دلیل وی را کشتند در حقیقت سید مرتزا آلت دست وسوق و دوله برای رسیدن به قدرت شده بود هنگامی که وسوق الدوله به جای سمسام و سلطنه برای بار دوم به رئیس رسید اولویت وی تأمین امنیت و آرامش داخلی و مبارزه با برهم زنندگان نظم عمومی بود از این رو تعیین تکلیف نهایی اعضای کمیته مجازات به سرعت در دستور کار وی قرار گرفت سرانجام در تاریخ دوم شهریور 1297 خورشیدی دادگاه فوق‌العاده‌ای حکم محکومیت اعضای کمیته مجازات را به شرح زیر صادر کرد یک منشیزاده و ابوالفضل زاده و مشکات الملک به تبعید و پانزده سال حبس محکوم شدند دو تن نخست را به کلات نادری تبعید کردند دو رشید و سلطان و حسین خان لله که به چند فقر قتل اعتراف کرده بودند به اعدام محکوم شدند میرزا علی اکبر خان ارداقی و اعتماد الکتاب به پنج سال حبس محکوم شدند میرزا عبدالحسین خان ساعت ساز به اتهام مشارکت در قتل اسماعیل خان و همراهی با کریم دوادکر رشید و سلطان و سید مرتزا به پانزده سال زندان محکوم شد میرزا علی زنجانی و میرزا محمد خان برادر حسین خان لله و حاجی علی اسقر متهم شدند که جزو تروریست های کمیته بودند اما با اینکه برای انجام قتل آماده بودند فرصت لازم برای این کار را نیافتند این ستن به ده سال حبس محکوم شدند با مجازات افراد ذکر شده در بالا کمیته مجازات که برای مدتی رعب و وحشت در دلهای مسئولین آن زمان انداخته بود از بین رفت ایران در پایان جنگ جهانی اول آمریکا در روز 6 آوریل 1917 میلادی 17 فروردین 1296 خورشیدی رسما وارد جنگ شد و یک سال و شش ماه بعد در نوامبر 1918 جنگ جهانی اول با شکست آلمان و متحدانش پایان یافت در دومین دور رئیس الوزرایی میرزا حسن خان وسوق دوله سفارت فرانسه در تهران با انتشار بیانیه ای پایان جنگ جهانی اول در 11 نوامبر 1918 نوزه آبان 1297 خورشیدی و شرایط تسلیم آلمان را اعلام کرد. نخستین آثار درماندگی متحدین آلمان اتریش عثمانی با سقوط کوت و ورود نیروهای انگلیس به بغداد در جبهه شرق ظاهر شد هنگامی که قشون انگلیس تعرض به بین و نهرین رو آغاز کرده و کوتل اماره را به تصرف خود درآورد سرفرماندهی قوای عثمانی از ژنرال علی خواست تا قوای تحت فرمان خود را فوراً از ایران به سوی بغداد حرکت دهد علی در حالی که برای تخلیه خاک ایران آماده می شد حکومت موقتی را که به ریاست رضا قلی خان نظام السلطنه در کرمانشاه مستقر بود از این جریان آگاه ساخت سپس با تاکتیکی ماهرانه به منظور آنکه از تقریب روزها در امان بماند اقدام به عقب نشینی کرد و سربازان و سلاح های خود را سالم به آن سوی مرز در خاک عراق که جزو قلم رو به عثمانی شمرده میشد رساند فرماندهان قشون روس هنگامی از ماجر آگاه شدند که همدان به کلی تخلیه شده و سپاهیان عثمانی از گردنه بی سرخ کنگاور در جنوب غربی همدان و در سر راه این شهر به کرمانشاه عبور کرده بودند از این رو قشون روس فرصت را رو قنیمت شمرده با آرامی وارد همدان شد و برای توجیه لشکرکشی خود اعلامی در شر انتشار داد که بخشی از آن به قرار زیر بود. اردوی انقلابی روس با یک دنیا افتخاری که در دست آوردن آزادی حالی را دارد مشغول تشکیل دادن یک دولت دموکرات است. سیاست نظام جدید ضد رفتار سیاست دولت سابق تزاری می باشد و به هیچ وجه قصدی در تصرف خاک کشورهای دیگر را ندارد و همچنین مایل نیست که در امور داخلی هیچ مملکتی مداخله کند. از این رو قشون روس به هیچ وجه خطری برای ایران نخواهد بود بلکه برعکس از روی صمیمیت اظهار می دارد. تمام موانعی که ناشی از سیاست حکومت سابق بود و به حس بیاعتمادی و فضای دشمنی میان ایران و روسیه منجر شده بود اکنون آن موانع از سر راه برداشته شده تا در آینده مانعی برای اظهار صمیمیت و دوستی بین ایران و روسیه باقی نماند از هنگامی که مردم روسیه از زیر سلطه رژیم تزاری نجات یافتهاند راه صمیمیت با ملت ایران را در پیش گرفته اند و یقین دارد که در ایران هم اثر این دوستی و صمیمیت به زودی آشکار خواهد شد و مردم ایران درک خواهند کرد که قوای روسیه موقتا و بر حسب اجبار سیاسی و رخدادهای جنگ بین المللی به خاک ایران که از آغاز جنگ سیاست بیطرفی را در پیش گرفته بوده وارد شده همزمان با عقب نشینی قوای عثمانی از ایران نظام السلطنه و اعضای دولت موقت و گروهی از افراد مؤثره مهاجرین نیز به قلمرو عثمانی پناهنده شدند سرکردگان جنبش مهاجرت از شنیدن خبرها حیرت زده شدند آنها به تصور اینکه با تجهیز قوای ملی و تقویت نیروی عثمانی در فصل بهار قزوین و تهران نیز مانند کرمانشاه و همدان فتح خواهد شد در رؤیاهایی به سر می بردند که با آگاهی از حقایق اوزا ناگاهان تبدیل به کابوس شد در ماهای پایانی جنگ جهانی کشورهایی که در ایران درگیر این جنگ بودند هر کدام به ترتیبی در صدد دلجویی از ملت ایران برآمدند و نسبت به حفظ استقلال و تمامیت ارضی آن متعهد شدند از جمله سفارت عثمانی در طی ای که در مطبوعات تهران انتشار یافت چنین نوشت خواستن استقلال و تمامیت ایرانی که با ما برادر و همسایه است ترقی و مسئولیت آن که عین شرایط اساسی ماست یک مسئله طبیعی و منافع اساسیش از ایجابات آن محسوب می گردد. ما برای مدافع از استقلال خود وارد این حرب شدیم و به قدری علاق مادی و معنوی دولت و ملت ما وابسته به ایران است که هرگاه از این جنگ عمومی بدون استقلال ایران خارج شویم نمی توانیم برای خودمان این استقلال را استقلال تام محسوب بداریم. حضرت صدر اعظم طلعت پاشا نیز عین این احساسات را تکرار و نیز علاوه فرموده اند که سعادت و مسئولیت ایران برای ما فقط یک وظیفه سیاسی نیست بلکه یک وظیفه معنوی محسوب می گردد. و حضرت انور پاشا فرمانده کل قشون هم فرموده اند که دولت عثمانی برای خیر و صلاح ایران از هیچ چیز دریغ نخواهد کرد. حسین قلی نواب وزیر مختار ایران در آلمان نیز تلگراف رمزی به تهران مخابره کرد حاکی از اینکه قرارداد متارکه جنگ با روس امضا شد به مساعی آلمان روس و عثمانی متحد شده اند قشون خود را از ایران خارج نمایند در باب استقلال ایران هم از دولت روس تعهداتی گرفته همچنین سفارت انگلیس در تهران به دنبال تظاهرات ضد انگلیسی که در اعتراض به بازداشت سلیمان میرزا رهبر حزب دموکرات به وسیله نیروهای انگلیس برپا شده بود طی یادداشتی به دولت ایران چنین نوشت چون به واسطه سوء تفاهم معلوم می شود سیاست دولت انگلیس نسبت به ایران مورد سوء زن بعضی احزاب ایران شده از لحاظا سفارت اعلا حضرت پادشاه انگلستان مایل است دولت الیه ایران را مستحضر سازد که سیاست دولت انگلیس نسبت به دولت ایران کاملا از روی دوستی است و سفارت انگلیس حاضر است فورا با دولت علیه ای ایران برای تطیب دوستانه در مسئله قشون جنوب و احزار قشون انگلیس از ایران به طوری که مستلزم مساله دولت این باشد داخل مذاکره گردد. با همه احوالی که در بالا به آن اشاره شد سرانجام نیروهای خارجی استقلال و تمامیت ارزی ایران را به رسمیت شمرده و به ترتیبی که در زیر اشاره شد خاک ایران را ترک کردند با وقوع انقلاب اکتبر 1917 میلادی نیروهای روسیه تزاری در ایران دچار آشفتگی شدند و با امضای عهدنامه مورخ مارس 1918 میلادی با آلمان شوروی متعهد شد که نیروهای خود را از ایران خارج کند بدین ترتیب این نیروها تا پایان بهار 1918 میلادی ایران را ترک گفتند. نیروهای عثمانی پس از درگیری های متعدد با قوای شوروی در ایران بعد از پایان جنگ جهانی در یازده نوامبر 1918 میلادی خاک ایران را ترک گفتند. پس از پایان جنگ جهانی اول نیروهای انگلیسی نزدیک به دو سال و نیم دیگر در ایران باقی ماندند و بعد از انعقاد قرارداد نافرجام 1919 میلادی با دولت و دوله ایران را در 15 مه 1921 میلادی اردی بهشت 1300 خورشیدی ترک گفتند. قهطی بزرگ آغاز جنگ جهانی در 28 جویه 1914 میلادی 5 مرداد 1293 خورشیدی در اروپا باعث شد که واردات کالا به ایران عملا قطع و قیمت آنها افزایش یابد. در این حال قیمت اقلام داخلی مانند گوشت، آرد، برنج، مرغ، تخم مرغ و میوه نیز افزایش یافت. افزایش قیمت کالاهای داخلی در حدی قابل قبول بود و مشکل زیادی ایجاد نمی کرد در حالی که قیمت کالاهای وارداتی از اروپا که مورد نیاز خارجیان مقیم ایران بود در حدود سی تا چهل درصد افزایش یافت. این وضعیت مدت زیادی دوام نیاورد و کمبود نان مشکل آفرین گردید. روزنامه رد در تاریخ 5 اکتبر 1915 22 مهر 1294 خورشیدی به کمبود نان در تهران اشاره و گزارش کرد که وزیر مالیه به عوامل خود در سراسر سر ایران تلگراف فرستاده و از آنان درخواست شده که برای تهران ارسال کنند کمی بعد در تاریخ 24 اکتبر 1915 همین روزنامه گزارش داد که حاکم تهران وزیر مالیه را فراخوانده و بر وخامت اوضاع ارزاق و آزوق تاکید کرده و از وی خواست از اقدامات فوری برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی در تهران به عمل آورد روزنامه رد در شماره 13 دسامبر 1915 22 آزر 1294 خورشیدی نوشت که با وجود خرید گندم از سوی دولت در ولایت معموران وزارت مالیه در مناطق مختلف مانع از حمل آن به تهران شدند تا اکتبر 1916 میلادی مهر 1295 خورشیدی و یا حدود 45 سال پس از قهدی سال 1288 و 1289 قمری روشن شده بود که بحران بزرگی در حال شکل گیری است. جفرسون کفری کاردار سفارت آمریکا در تهران در گزارش خود چنین نوشت اوضاع ارزاق در تهران دارد به مسئله جدی تبدیل می شود به سبب کم بوده منابع قیمت همه چیز مخصوصا گندم جو برنج و کا به شکل غیرعادی بالا رفته و فقرا به شدت در رنج هستند. صفوف طولانی جمعیت ساعتها بیرون دکانهای نانوایی به امید خریدن قرص نانی بی کیفیت و به قیمتی به شدت گران منتظر میمانند و نانوایان از جو و جایگزین های مختلف به جای گندم برای درست کردن نان استفاده می کنند. قیمت کالاهای دیگر مانند شکر، زغال چوب، زغال سنگ و نفتم هم همین وضعیت را دارد و بنزین پیدا می شود. وضعیت دارو از این هم اصف بارتر است. این و سلطن برادرزادی ناصر شاه و از ملاکان کارآفرین ساکن کوهای علموت غزوین بر اساس گزارش روزنامه رعد در نخستین روزهای فروردین 1296 خورشیدی چنین نوشت قهدی در تمام مملکت حکم فرماست و مسلمانان از گرسنگی تلف می شوند. در تهران روزی یکصد نفر از گرسنگی جان خود را از دست میدهند و در شهر قوم این تعداد پنجاه نفر می باشد. در همدان از سی هزار نفر فقیر اسم نویسی شده است. در تهران خبرنگار رد به چشم خود دیده که جمعی زن و پیرمرد برای تغذیه خود و اطفالشان از کشتارگاه خون گوسفند می برده امده. مرده ای که در خندق افتاده بود گوشت و پوست حتی استخانهای آن را مردم شبانه برای خود برده بوده کالتول کالتل وزیر مختار آمریکا در گزارشی به تاریخ 4 اکتبر 1917 می نویسد که در اینجا کم بوده جدی ارزاق به ویژه گندم نان در سراسر سر ایران به وجود آمده و منجر به رنج و محرومیت بسیاری در آغاز زمستان شده است نان که قیمتش سه برابر قیمت عادی بر بسیار کمیاب است در نانوایی ها جماعت بسیار در هر نوبت جمع می شوند تا نان بخرند و اغلب معیوس و گرسنه رانده می شوند. پاسبان ها در این نانوایی ها مستقر هستند تا نظم را برقرار کنند و جماعت گرسنه را عقب برانند ولی این کار اغلب به آشوب و خونریزی می انجامد گرچه دولت اقداماتی انجام داده و جلوگیری از احتکار را و ارباب که خسرو به زرتشتی که مردم به درستی و پاکیش اعتماد کامل دارند سپرده شده اما اوضاع همچنان وخیم است شما گدایان چند برابر شده و اوضاع مشابهی از همه نقاط ولایات و شهرها گزارش می شود روزنامه زبان آزاد مورخ 16 اکتبر 1917 24 مهره 1296 خورشیدی اعلانی از سوی دولت منتشر کرده است در این اعلان از کسانی که قله دارند دعوت شده موجودی خود را به دولت به قیمت عادلانه بفروشند در غیر این صورت دولت هر چه گندم کش کند آن را مصادره کرده و برای هر خروار یعنی 300 کیلوگرم فقط 30 تومان به جای 55 تومان خواهد پرداخت روزنامه نوبهار در شماره ۲ نوامبر 1917 29, 29 آبان 1296 خورشیدی خود گزارش کرده است که دولت و گروهی از تجار ثروتمند ایجاد مکانهایی برای اسکان و اطعام مزدمندان را آغاز کرده اند. در این زمینه هر یک از تجار پرداخت مبلغی را به طور ماهانه تعهد کرده اند. تجار بوشهری با 55 تومان در ماه بیشترین انفاق را کرده است. حاج محمد حسین امین و زرب رقم کمتری متعهد شده و کمترین رقم تعهد پنج تومان در ماه بوده است. در اقدامی مشابه حاکم اصفهان ثروتمندان و مله شهر را به نزد خود دعوت کرد تا برای کمک به فقرا فکری بکنند. در نتیجه آنان مبلغ پنجاه هزار تومان برای کمک به تأمین ضروریات زندگی فقرا جمع کردند. روزنامه رعد در شماره 11 ژانویه 1918 آخر جنگ 21 دی 1296 خورشیدی خود به نقل از شهربانی گزارش کرده است که هفته گذشته یک نفر از گرسنگی و سرما در معابر تهران طرف شده اند. در همان شماره گزارشی از اقدامات برای رفع قهدی در تهران آمده است. بر اساس این گزارش کمیته خیریه مرکز اقدامات زیر را برای فقرای شهر انجام داده است اختصاص باغ اعتماد حضور با اتاقهای فراوان تأمین اساس و وسایل گرمایی لازم اختصاص باقی مجزا به زنان و کودکان مستمند نگهداری هزار نفر و تأمین حمام برای آنها تأمین لباس تهیه یک وعده چای آش و برنج مراقبت از بیماران و زنان باردار تقضیه نوزادان با شیر ایجاد بیمارستان با سی عدد تخت ایجاد کارگاه فرشبافی بافی برای زنان و کودکان و به کار گرفتن یک معلم برای تعلیم دینی کودکان کالفل در 22 ژانویه 1918 میلادی دوم بهمن 1296 خورشیدی گزارش داد که اقدامات امدادی فوری باید برای شهرهای مختلف انجام گیرد. گرچه اتباع و مقامات ایرانی مشغول فعالیت هستند، اما این کار از عهده آنها نمی آید. یک سازمان محلی در تهران ماهانه 20 هزار دلار خرج می کند ولی تنها می تواند به 10% درصد نیازمندان شهر کمک کند. در دیگر ولایات نیز اوضاع به همین منوال است. روزامی نوبهار در شمالی 29 جانی 1918 میلادی خود گزارش داده که رئیس الوزراء مصطفی الممالک شش ماه حقوق خود را که بالغ بر سه هزار تومان می شود وقف فقرا کرده است امیر با فخم بختیاری پنج ماه حقوق خود را به درمان فقرا اختصاص داده و فرزندش مرتزا قلی خان بیست خروار قله برای تغذیه فقرا داده است دکتر ساموئل جوردن رئیس کالج آمریکایی ها در تهران تعداد فقرای این شهر را چهل هزار نفر برآورد و اضافه کرده است که مردم دارند حیوانات را میخورند و زنان نوزادان و خود را رها میکنند محمد ولی خان سپهدار تون در یادداشت روز دوشنبه 4 مارس 1918 سیزه اسفند 1296 خورشیدی خود چنین نوشته است الان چند ماه است که تهران دچار قحطی و گرانی هست قیمت گندم به خرواری 110 تومان رسیده و احمد شاه گندم را به این قیمت به مردم بیچاره فروخته است برنج خرواری 100 تومان الا 120 تومان و جو خرواری 80 تومان است بعد روزی 400 نفر را غذا می دهم و روزی 100 نفر را یکی یک قران پول می دهم. خدا را شاهد میگیرم که امسال به قدر دویست هزار تومان به مردم انفاق و اعانه دادم و گندم و جو خودم را به قیمت سی الا چهل تومان فروختم علال حساب اقلا روزی پنجاه نفر میمیرند او نوبهار در نوه مارس 1918 میلادی بیانی از سوی اتحادیه جوانان دموکرات خطاب به محتکرین منتشر کرده و چنین نوشته بود بیش از شش ماه است که در همه نقاط ایران مخصوصا پایتخت هر روز جمع کثیری از مردم ستمکش رنج بر از ظلم خانه برانداز شما تلف می شوند و شما هنوز شرم نکرده و آزوغه مردم را بی شرمان حبس کرده اید شکیبایی بیش از این باعث تجری شما خواهد شد و دیگر ما نمی توانیم ببینیم که هر روز بسیاری از هموطنان مظلوم ما از گرسنگی و سرما جان بدهند به شما اختار می که اگر تا اول سال 1297 خورشیدی انبارهای خود را باز نکرده و آزوغه حبس شده را به فقرا ندهید به موجب صورتی که در هیئت از انبارهای شما هست جوانان دموکرات را امر خواهیم کرده که انبارهای شما را غارت کنند این را هم بدانید که ما مثل شما و سایر هممسلکان سوست انصار خودتان نیستیم. ما هرچه میگوییم میکنیم. نه از سیاه چال نظمیه و نه از خشم حضرت اشرفها بلکه از هیچ چیز نمیترسیم. علاوه بر قهدی وبا، حسبه و آنفولانزای اسپانیایی نیز تلفات هولناکی داشتند. اینو سلطن از وبا با عنوان فوت اسحالی خبر داده. و اینکه این بیماری باعث وحشت مردم از توانگر و تنگ دست شده است وی ادامه داده است که از قرار شرحی که در روزنامه نوشته شده دو کرور یعنی یک میلیون آدم از این مرض در ایران تلف شده اند اینو سلطن اوضاع قزوین در بهار 1918 میلادی را چنین توصیف کرده است قیمت گندم به خرواری 130 تومن رسیده جو خرواری 100 تومن و به همین نسبت حبوباتی چون نخود و عدس فروخته می شوند. در اوایل آوریل 1918 میلادی، فروردین 1297 خورشیدی، نظمی آمار مرگ و میر دوازده ماه گذشته تهران را چهل و هشت هزار نفر گزارش کرده است. این سلطان این رقم را مسخره دانسته و اضافه کرده است که در حال حاضر روزی هزار نفر از گرسنگی و بیماری تلف می شوند. عبدالحسین امیدی نوری وکیل و سردبیر آینده روزنامه داد در خاطراتش از دوران قهدی سال 1917 و 1918 میلادی چنین نوشته است. اجساد در خیابانهای تهران پراکنده بود. علاوه بر آن در قصال اجساد را روی هم تلمبار کرده و در گورهای دست جمعی دفن می کردند. جایی که قحطی نبود و با و حسب جای آن را گرفته بودند این معتقد است که در تابستان 1918 میلادی در اثر وبا سی هزار نفر در تهران جان سپردند مجد اطلاعات زیادی در مورد قحطی در آذربایجان، خراسان، اصفهان، فارس، زنجان و جاهای دیگر ارائه داده که از ذکر آنها در اینجا خودداری می شود. وی دلائل قحطی را در فرصای پنجم تا هفتم شرح داده و در صفحه 27 کتاب خلاصه آن را چنین ذکر کرده است. از نیمه دوم سال 1916 میلادی ایران با کمبود ارزاق و افزایش قیمت ها روبرو شد و تا بهار 1917 کمبود به قحطی تبدیل گردید. تا آن زمان ترک های عثمانی از ایران بیرون رفته بودند و تا پاییز 1917 روس ها در حال بیرون رفتن بودند و تا مارس 1918 همه آنها از ایران خارج شده بودند. از آن بس تنها انگلیسی ها در ایران ماندند. این فاجعه زمانی رخ داد که تمام ایران و کشورهای واقع در شرق و غرب آن در اشغال و کنترل انگلیسی ها بودند. شواهد مستند نشان میدهد که خرید قلی ایران از سوی انگلیسی ها با ارقام بالا برای تغذیه نیروهای انگلیسی در ایران بین النهرین و جنوب روسیه به جای وارد کردن آن از خارج باعث کمبود قله برای مردم ایران و افزایش قیمت آن شد به شدت بر وخامت قهدی در ایران افزود و باعث مرگ شمار زیادی از ایرانیان گردید در هر حال با برداشت قابل توجه محصول در سال 1918 و ادامه آن در سال 1919 احتمال بروز قهدی در آینده نزدیک از بین رفت دانهوف لاتینش رو ننوشتن و تصفانه. به این موضوع در قرب ایران اشاره کرده و شواهدی را در مورد قطعی و مواردی از آدم خالی و قیده را تشریح کرده است در اینجا به شرح دو مورد مهم از مشاهدت وی پرداخته می شود از کرن تا کرمانشاه که منزل بعدی ما بود حدود شست مایل 96 کیلومتر راه بود که بخش اعظم آن خشک و چند روز سایه پراکنده در آن به چشم میخورد ترکا و روزها رمق محصول این منطقه را کشیده و حالا این منطقه با قهدی مواجه بود طرز کار این متجاوزان تصرف و انهدام همه چیزهایی بود که نمی توانستن با خودشان ببرند و از گندم از بین رفته بود و در نتیجه چیزی کش نشده بود بیشتر زار آن جانشان را برداشته و رفته بودند و کسانی که در این سرزمین جنگ زده مانده بودند از گرستگی در حال موت بودند زمین های مزروعی که به حاصل خیزی و پرباری شهرت داشتند به امان خدا رها شده بودند و پس از عبور طوفان جنگ گاواهنی آن را شخ نزده بود همه جا خالی از سکنه و خرابه بود این وضع و حال سرزمینی بود که ما نیز در آن تن به خطر داده بودیم راه زنان مسلح در حال رفت آمد از تپه ها به دشت ها و بالعکس بودند جلو کاروان ها را می و لختشان میکردند. سر وقت ساکنان بدبخت دهکده های دور افتاده می رفتند و دست آنها را از هرچه خوردنی و وسیله زندگی که از چشم حریس ترکا و روزها دور بانده بود کوتاه می کردند. در همدان مرگ و میر ناشی از گرسنگی در حال افزایش و قیمت نان که تنها غذای فقرا بود با وجود مخلوط کردن خاکرده با آرد افزایش یافته بود در ششم به 1918 و و پونزه اردی به 1297 خورشیدی کنسول بریتانیا در همدان آماری منتشر کرد که روزانه دیویست نفر از گرستگی می همدان شهر وحشت شده و اجساد قربانیان قحطی از زن و مرد و بچه در کوچه و خیابانها و مزارع پخش شده بود. پیش نماز مسجد تصدیق کرد که در روز اول ماه مه سر نفر را خاک کرده است. کسانی که جان به در برده بودند گیاه شده و مثل حیوانات در مزار علف می خوردن. اما این شرایط غذایی به همان اندازه فقدان نان مرگبار بود و باعث مرگ تدریجی عذاباوری می شد. اما وضعیت وخیمتری در راه بود و مردم از رنج بی غذایی برای پر کردن شکم خود به خوردن گوشت آدم روی آوردند تا آن زمان جرم آدم خالی در ایران ناشناخته بود و در قوانین مجازاتی برایش پیش بینی نشده بود مجرمان بیشتر زنان و قربانیان و کودکان بودند که از جلو در خانه هایشان دزدیده و یا در شلوغی بازار و حوالی آن قاپیده می شدند. مادران می ترسیدن که بچه هایشان را در خانه تنها بگذارند و برای گدایی نان از خانه خارج شوند چون امکان داشت در این فاصله دزدیده و خورده شوند سرانجام حاکم محمدان به مأموران نظمی دستور داد تا رد بچه خارها را بگیرند آنها چند خانه را گشتند و استخان آدمی زاد پیدا کردند در نتیجه این جستجوها هشت زن دستگیر و اعتراف کردند که از روی گرسنگی چند بچه را دزدیده کشته و خوردند. روز بعد یک مورد دیگر که آدم خادی کش شد. مجرمان مادر و دختری بودند که دختر بچه هشت ساله ای را کشته و در حال پختن جنازهش بودند که پلیس سر رسید. روز بعد مراسم مجازات مادر و دختر فلک زده ای که بچه کشی کرده بودند اجرا شد و آنان را در مقابل تلگراف همدان سنگسار کردند. اجرای سنگسار به این ترتیب بود که محکومان را که همان موقع هم از گرستگی در حال مرگ بودند در گودالهایی گذاشتند و با پرتاب سنگ به آنها توسط مشتی ارازل و اوباش که پلیس را همراهی کرده بودند آخرین رمق حیات را از جسم های نظار آنها خارج کردند و فریادهای های بی صدای اف و بخشش آنها را خاموش کردند دوستان گرامی در مجموعه ای که ما خدمتون تا کنون تقدیم کردیم کتاب داستان قلتشن دیوان و همچنین در کتاب تلخ و شیرین از آقای جمالزاده و کتاب شکر تلخ آقای جعفر شهری ماجرای قهطی رو تا یه حدی به صورت عینی تشریح کردن چون هر دو شاهد این فجایع بودند